فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعدی در مورد زکات پرسیدن که گفتن که آیا زکات دادن به بعضی از ملاها درست است؟ یعنی زکات ادا میشه در حالی که مستحق زکات شاید نباشه؟ بله، مستحقین زکات رو الله متعال صراحتا در قرآن کریم بیان کرده. انسان هایی که تهی دست هستند، کم دست هستند، یا کسی که مدیون و مغروز هست، یا برای آزادی هست که مواردی که مثلا زندانی رو میشود بر این قیاس کرد، اینها جزء کسانی هستند که میشود به اونها زکات داد. اگر واقعا امام یک مسجدی یا امام جمعه ای که محلی خودش از نظر مادی دستش تنگ باشه و جزء مستحقین زکات باشه، جایز هست که بتونین این فردی زکات بدیم. اما اگر واقعا خودشون ثروتمند هست و زکات بر اون لازم هست، از نظر خرج مخارج زندگی خودش هیچ گونه مشکلی را ندارد، در این صورت زکات برای فرد ثروتمند جایز نیست. اگر کاملا ثروتمند هست و اهل زکات هست که زکات خودش بر اون فرض هست و باید زکات بده، این در واقع زکات دادن بر اون لازم نیست. اما این که احیانا شاید کل سرمایش مثلا یک ماشینی باشه که سوار هست، اون کسی که زکات میدهد مال و ثروت دیگری رو دارد، این درست است که یک ماشینی رو دارد، یک سواری رو دارد، اما برای خرج زندگی خودش مانده، این فقط سواریش هست و در واقع چیزی رو ندارد، یا یعنی اینکه مخروز هست، دیون هست، در این صورت زکات دادن به این چنین شخصی جایز هست. و اگر منظور این است که این در واقع به عنوان نماینده هست، که معمولا این گونه هست که چون که این علما و کسانی که ائمه جمعه و جماعت هستند، با مردم بیشتر در ارتباط هستند، از فقرا و مساکین بیشتر خبر دارند، به این خاطر اینو میدن به عنوان نمایندگی که اون در هر جایی که نیاز بود و صلاح میدانست مصرف بکنند، در این صورت هیچ گونه اشکالی رو ندارد. اما اگر خود امام کاملا بی نیاز هست و اهل زکات و جزء مستحقین زکات نیست، من فکر نمی کنم که عالمی باشد و امام مسجد و جمعه یا جماعتی باشد که خودش می داند که اهل زکات نیست، بازم از زکات مصرف بکند. من گمان نمی کنم که عالمی چنین کاری رو انجام بدهد. قطعا اگر خودش مصرف بکند، معنیش این است که نیازمند هست و چه بسا که این زکات رو به انسانهای دیگر، کسانی که نیاز بیشتری دارند، تحویل بدهد.